مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری از میزوری با ماست. آقای بروجردی، جالب هست نه برای دیپلماتی که اینقدر تکنوکرات و عملگرا و پراگماتیک و در دنیایی که همه چی تراکنشیه، در زمانی که دیگه شاه ایران قدرتی نداره اینقدر بخواد پشت او بیسته؟ بله، عرض کنم که ببینیم به مسئله باید این شکلی بهش نگاه کنیم. اولا یادمون باشه تاریخاً خب حکومت شاه به دولت آقای نیکسون، وقتی که نیکسون کاندیدای در ریاست جمهوری بود، کمک مالی کرده بود و خب همونجوری که در دوستان قبلی هم گفتن آقای کیسینجر در دولت آقای نیکسون نقش مهمی بازی کرد. این از لحاظ سابقه تاریخیش. دوما اینکه یادمون باشه زمانی که انقلاب ایران صورت میگیره، حالا این رقیب دیرینه کیسینجر یعنی آقای بریژینسکی هست که نقش مهمی رو در دولت آقای کارتر داره بازی میکنه و اینها از دورانی که در هاروارد هم بودن با هم اختلاف نظر داشتن تا اومدن جلو. یه نکته سوم هم که در این رابطه مهم هست این است که کیسینجر حالا به غیر از مسئله خود شخص شاه نگران وجهه امریکا بود، یعنی اینکه دیگر رهبران کشورهایی که متحد امریکا بودن در یک مقطع زمانی اگر با یک چنین شرایطی روبرو بشن و امریکا ازشون حمایت نکنه، این چه ضربه‌ای به وجهه امریکا میزنه. و بالاخره نکته مهم دیگری که نباید واقعا در اینجا از نظر دور داشت این بود که هنری کیسینجر خودش به اصطلاح دست پرورده یا بگیم نوچه آقای نلسون راکفلر بود زمانی که داشت بالا میومد و اینا. و خب وقتی که انقلاب ایران صورت گرفت، نلسون راکفلر یکی از کسانی بود که شاید بیشترین فشار رو آورد به دولت آقای کارتر. برای این نامه هم نوشت اگر اشتباه نکنم. بله بله، بپذیرن. یک سناتوری هم بود، سناتور نیویورک بود در اونجا به اسم سناتور جرویس، که ایشون هم نقش بسیار مهمی بازی کرد در اینکه فشار بذاره روی دولت کارتر برای پذیرش شاه. بنابراین این روابط شخصی هم که کیسینجر با این افراد داشت فکر میکنم در این تصمیم مهم بودن. چقدر به نظرتون به این رشد قدرت نظامی شاه در خاورمیانه کیسینجر کمک کرد؟ ببینید، اجازه بدید من اول یکم کیسینجر رو بزرگتر بهش نگاه بکنیم، چون فهم میکنم چه مسئله ایران چه مسائل دیگری که مطرح میشه رو واقعا باید در این قاموس دید. کیسینجر کسی بود که رول مدلش، کسی که خودش رو به عنوان سرمشقش نگاه میکرد، اون کسی بود به اسم شاهزاده مترنیخ که در قرن 19 مدت‌ها هم اول وزیر امور خارجه و بعدش هم صدر اعظم اتریش شد. ایشون این مترنیخ به اصطلاح ادای سهمی که به روابط بین الملل کرده این بود که چه شکلی میشه یک بالانس قدرت، یک موازنه قدرت رو به وجود آورد. کیسینجر چه در تز دکترایی که نوشته، چه در زمانی که به اصطلاح نقش مهمی رو بازی میکنه، به نظر من ایشون قدرتمندترین وزیر امور خارجه امریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم هست. دیپلماتی هست بسیار اندیشمند با یه شمع قوی تحلیلی. درسته یه نمونه شو بزنم چون راجع به ایران مطرح شد اینو بگم. ایشون وقتی که استاد دانشگاه هاروارد بود یک سمیناری رو درست کرد به عنوان سمینار بین المللی هاروارد که خودش پایه‌گذارش بود. این سمینار یک سری از مهمترین روشنفکران، شخصیت‌های مهم به اصطلاح دورور دنیا رو جمع می‌کرد به هاروارد برای یک تابستون که اینها با خود آقای کیسینجر در کلاس درس باشن، بحث و محاوره بکنن. تا اونجا که من یادمه از ایران آقای اسلامی نادوشن شرکت کردن، اگر اشتباه نکنم خانم سیمین دانشور اینجا بودن، آقای ژیسکار دستان که بعداً رئیس جمهور فرانسه شد در این کنفرانس بود و یا آقای مهاتیر محمد که رئیس جمهور مالزی شدن. بنابراین خیلی آدمای مهمی رو در اینجا آورد و شرکت کرد. حالا نگاه آقای کیسینجر چی بود؟ اون میگفت که ما به غیر از حکومت‌ها باید با این نخبگان فرهنگی و سیاسی این کشورها هم رابطه داشته باشیم. درسته؟ پس بنابراین اون سمینار پیش زمینه شد برای اینکه ایشون روابط بسیار خوبی رو خارج از مدارهای قدرت هم بتونه با خیلی از سیاستمداران سراسر دنیا نگه داره. حالا در رابطه با خاورمیانه به اصطلاح ادای سهمی که آقای کیسینجر کرده عمدتا در رابطه با پایان دادن یا آتش بس جنگ 1973 عرب اسرائیل است که میدونیم به هر حال ایشون از یک طرف باید با خانم گولدا مایر به اصطلاح دست و پنجه نرم میکرد و از یک طرف دیگه هم با انور سادات. درسته؟ و
کیسینجر میره اونجا، رفت به اسرائیل و در اصل به خانم گولدا مایر یک التیماتوم داد راجع به اینکه باید آتش بس رو بپذیرید، چون در شرایطی بود که اسرائیلی ها میتونستن با محاصره 30,000 تا از نیروهای مصر یک قتل عام زیادی از ارتش مصر انجام بدن، و اون میگفت که یه چنین مسئله‌ای به ضرر امریکا خواهد بود، به ضرر اسرائیل خواهد بود. چرا؟ چون احساسات طرفدار شوروی رو در دنیا بالا میبره. بنابراین از این نگاه به دنیا نگاه میکرد. ببینین کیسینجر، اینی که بهش میگن، وقتی میگیم شمع قوی تحلیلی داره، به این خاطر است. ایشون در زمان جنگ جهانی سوم، جنگ جهانی سرد، نقش مهمی که بازی کرد اون چیزی بود که بهش گفتن شد معمار گشایش رابطه با چین. درسته؟ ما الان میدونیم رابطه امریکا و چین بدون شک مهمترین رابطه در روابط بین الملل دنیاست. قدرت‌های اول و دوم اقتصادی دنیا هستند. ایشون کسی بود که این فکر رو مطرح کرد که ما برای اینکه بخوایم شوروی رو منزوی بکنیم، اشکال نداره که بریم با یک کشور کمونیست دیگه رابطه برقرار بکنیم. و اون وقت داشت با یه نفری مثلا در قاموس چین ماو داره صحبت میکنه برای این نوع روابط برقرار کردن. میخوام بگم که یه مسئلهش بود، اون به اصطلاح قرارداد تسلیحات هسته‌ای و تنش زدایی که عنوان دتانت مطرح شد با شوروی، یک ادای سهم دیگری که ایشون کرده بود. و بالاخره شاید بشه گفت که آنچه که بیش از همه در مورد آقای کیسینجر مورد مناقشه است، نقشی است که در خروج امریکا از مسئله جنگ ویتنام بازی کرده. درسته ایشون کسی بود که مذاکرات مخفی رو کرد برای بیرون اومدن امریکا. سربازان زیادی می‌دیدیم که در جنگ ویتنام کشته شدن، 58,000 تا امریکایی کشته شدن، و انتقاد به ایشون این بود که این جنگ رو میتونست خیلی زودتر هم پایین بده. خلاصه این یه راه طولانی بود برای پاسخ دادن به سوال شما، که به نظر من جناب کیسینجر روابطش رو با افراد لزوماً بر اساس روابط شخصی نگاه نمی کرد، بلکه این بود که چه شکلی این روابط میتونن به پیشبرد منافع امریکا کمک بکنن. و یادمون باشه کیسینجر کسی است که به 12 رئیس جمهور امریکا، یعنی از آقای جان اف کندی تا همین آقای بایدن که امروز سرکار هستن، مشورت داد. درسته؟ و یعنی یک تجربه داره. به نظر من چون استاد روابط بین الملل بود، شاید تاریخ روابط بین الملل رو بهتر از هر وزیر امور خارجه دیگری در تاریخ بشریت میدونست، با در نظر گرفتن دانش تاریخی خودش از روابط بین الملل قرن 19 و قرن 20، اومد و این سری کارهایی کرد. همونجور که آقای عزیزی هم در بخش خودشون داشتن مطرح میکردن، انتقادهای بسیار زیادی هم به ایشون مطرح هست در رابطه با اتفاقاتی که سرنگونی آقای آلنده در شیلی یا جنگ کامبوج، کامبوج کشور به اصطلاح درگیر جنگ نبود ولی ایشون گفت که بمبارانش بکنید، 50,000 نفر در اونجا کشته شدن. در بنگلادش که صحبتش بود با آقای آرامش، میدونید که خب 300,000 نفر در اون جنگ کشته شدن، بیش از 10,000,000 نفر پناهنده شدن به کشور هند. و یعنی به عبارتی کارنامه آقای کیسینجر رو که نگاه میکنیم، به نظر من هم نکات مثبت بسیاری درش هست و هم نکات منفی بسیاری که اینقدر ایشون رو شخصیت جنجالی کرده در عرصه بین‌الملل. اشاره کردید به قدرت تحلیل بالاش و همین صحبتهایی که با گولدا مایر داشت سر صلح با مصر، که چقدر تصویر رو بزرگتر میدید که ادامه نزاع با مصر به کجا میتونه ختم بشه. چقدر فکر میکنید که این رو در مورد ایران هم میدید؟ برای اینکه به نظر میرسه که خیلی حامی مسلح کردن و قوی تر کردن ایران در منطقه بود، ولی آیا به نظرتون میدید که این نظامی که اونجا برقرار هست میتونه بی‌ثبات بشه و مثلا گروه‌های اسلامگرای افراطی مانند همون اتفاقی که در 57 افتاد بیان و تمام این تسلیحات نظامی رو به دست بگیرن؟ من اینجا فکر میکنم یکی از اون به اصطلاح شاید شکست‌های کیسینجر و انقلاب ایران رقم زد. درسته ایشون همونجوری که دیگه مطرح شد، نگاهش این بود که ما باید به جای اینکه بخوایم سرمایه گذاری از امریکا بکنیم از لحاظ سرباز در دوران پس از جنگ، چون جو عمومی امریکا نمیپذیرفت، درسته، ما بیایم قدرت رو منتقل بکنیم به کشورهای متحدمون و بذاریم اونها در صف مقدم باشن در این درگیری هایی که هستن، ما کمک نظامی میکنیم. خب از این لحاظ هم بسیار عالی بود، چون کمک مالی میشه به اقتصاد امریکا. یعنی کار بسیار بهینه‌ای بود از لحاظ نگاه خودش به منافع
امریکا. اما فکر میکنم که این مسئله یک سری نگاه کور رو هم به وجود آورد. درسته مثلا قوی کردن این نیروهای مذهبی که در منطقه صورت گرفت رو چه در ایران ندید چه در مصر ندیدن. درسته روی کار اومدن گروهای مثل مجاهدین رو وقتی که شوروی در به افغانستان حمله میکرد اینها رو ندیده بودن دیگه، اگر نه که شاید فکری دیگه میکردن برای منافع درازمدت امریکا. اما ببینید ما در من در سر کلاس های روابط بین الملل همیشه اینو راجع به کیسینجر میگم که ایشون یک طرفدار نظریه‌ای بود که بهش میگن نگاه رئالیست. شاید ایشون رو بهشون بگیم که فوق رئالیست، یعنی واقعا این مسئله که حقوق بشر و این نوع مسائل براش مهم نبود، این مسئله جدی بود. اون از نگاه قدرت به مسئله نگاه میکرد. یک جمله خیلی مشهوری داره که به نظر من برای کمک فکری به همه ما، وام فکری به همه ما خیلی جالبه. اون جملهش اینه، میگه عدم داشتن آلترناتیو یا فقدان به اصطلاح جایگزین به پاک شدن مغز کمک میکنه. شما دیگه در شک و تردید نیستی، وقتی آلترناتیوی وجود نداره باید ببینین که چه شکلی تصمیم میگیری. کیسینجر از این نگاه میکرد. ببینین یکی از انتقاداتی که بهش میشه این هست که برای مثال آدم بسیار تندخوی بود، آدمی بود که مثلا مکالمات تلفنی بسیاری از زیردستان خودش رو، کارمندان خودش رو بدون اجازه اونها به اف بی آی گفته بود که اینها رو شنود بکنن. درسته صحبتهایی رو که حتی در کاخ سفید با رئیس جمهوری امریکا میکرد مخفیانه میداد که اینها رو ضبط بکنن که بعدش بر اساس اون نوشته هایی که با خودش بیرون آورد، گفت اینا خاطرات شخصی من هست، اومد بیرون و چندین کتاب قطور نوشت. آقای کیسینجر شاید بالغ نزدیک 4000 صفحه کتاب خاطرات نوشته که به اصطلاح مسائل مختلف بین المللی توضیح داده. بنابراین اینها جنبه های چندگانه ای هستند که در رابطه با شخصیت ایشون فکر میکنم باید مد نظر باشه. ممنونم از شما. مهرداد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری.